سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به داستان ازدواج مخفیانه ایرج قادری و همسرش تهمینه اطمینان مقدم میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. ایرج قادری زاده 28 فروردین 1313 در تهران، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سینمای ایران بود. آقای قادری در 41 فیلم کارگردان، 4 فیلم نویسنده، 71 فیلم بازیگر، 9 فیلم تهیه کننده و 1 فیلم تدوینگر بود. نخستین کار سینمایی او بازی در فیلم چشمه آب حیات به سال 1338 و واپسین کارش کارگردانی و بازی در فیلم شبکه به سال 1389 بود. ایرج قادری زمانی که 19 ساله بود با تهمینه اطمینان مقدم ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام تورج بود. برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به ایالات متحده آمریکا رفت. اما متاسفانه در سال 1353 بر اثر یک سانحه رانندگی جان خودش رو از دست داد. تهمینه اطمینان مقدم در سال 1314 در خانواده فرهنگی متولد شد. اون در همون ابتدا علاقه بسیاری به تصویر داشت. در سال 1332 به پیشنهاد شهلا ریاهی وارد کار بازیگری در نمایش شد و در تماشاخانه تهران بازی کرد و نیز همراه با محمد علی جعفری نمایش هایی رو اجرا کرد. تهمینه اطمینان مقدم در مورد ایرج قادری گفته: ایرج قادری متولد 21 فروردین 1313 و من متولد شهریور 1314 بودم. ایرج نزدیک 19 سال داشت و من 17 سال که با هم ازدواج کردیم. سال 33 صاحب یه پسر شدیم. 20 ساله بود که در رشته پزشکی در ایالات متحده مشغول به تحصیل شد و متاسفانه در اثر سانحه اتومبیل جان خودش رو از دست داد و ما رو داغدار کرد. من و ایرج سال 1330 در باغ شاه با هم آشنا شدیم. اون دانشجوی رشته داروسازی بود و در داروخونه برادرش کار میکرد. وزارت دارایی به کارمنداش در باغ شاه زمین داده بود و پدرم زمین ها رو می ساخت. اینطور شد که ما در اون خیابان رفت و آمد می کردیم. به داروخانه ها می رفتیم. مادر و خاله من هم فرهنگی بودن. دبیرهای ادبیات و ریاضیات. اون روزهای مشخص رو برای مولوی خانی و سعدی خانی اختصاص می دادم. منم که از کودکی پیگیر ادبیات بودم همیشه تو اون مراسم شرکت می کردم. یه روز که تو اون جمع همه مشغول گرفتن فال حافظ بودن، یه آقای بلند بالای خوشتیپ وارد مجلس شد. برای اینکه داروی خانم دکتر افشار که دکترای ادبیات داشت رو برای اون بیاره. خانم دکتر از ایرج خواست که بمونه و برای اون فال بگیره. تمام جمع توجهشون به من و ایرج جلب شد. در واقع آدم‌های اون جمع باعث شدن که ما به هم توجه کنیم. باورتون نمیشه، شاید من اون موقع فقط یک نگاه به ایرج کردم. در واقع جلسه یه شعرخوانی شروع یک ارتباط پاک بین ما شد. البته ارتباط که میگم منظورم اینه که از کوچه که رد میشدم اون از اون طرف میومد و ما زیر چشمی به هم نگاه میکردیم. یا یعنی اینکه من میرفتم داروخونه و میگفتم ببخشید آقا یه بسته آسپرین به من بدید و اون میگفت بله خانم چشم. این کل ارتباط ما بود. بزرگترین خلافی که در مدت آشناییمون مرتکب شدیم این بود که یه روز در رستورانی همدیگر رو دیدیم. اون هم با ترس و لرز، طوری که نفهمیدم نهار خوردم یا زهرمار. اون موقع من فقط 17 سال داشتم. بعد از چند روز که با هم نهار خوردیم تو کوچه از کنارم رد شد و گفت خانم با من ازدواج میکنی؟ من هم فوری گفتم بله. فردای اون روز اومدن خواستگاری و خانواده‌ام گفتن نه خیر. چند بار به خواستگاریم اومدن اما پدر و مادر من مخالف بودن و میگفتن دختر ما باید درس بخونه. خانواده اون هم راضی نبودن. ما دیدیم خانواده ها مرتب به هم نمیگن پس آره کجاست؟ فکر کردیم بیایم آره رو خودمون بگیم. تصمیم گرفتیم تحمل کنیم تا 18 ساله بشم. میدونستم تو اون سن میتونم حرکتی کنم. اون حرکت هم این بود که از دیوار خونه بالا برم و فرار کنم. چون درهای خونه روی من قفل شده بود. من و ایرج رفتیم پیش روحانی محله و ماجرا رو تعریف کردیم و گفتیم ما میخوایم زن و شوهر بشیم اما دیگران من میکنن. اون روحانی یه صیغه خوند و ما خوشحال فکر کردیم کسی متوجه ازدواجمون نمیشه. من میرم خونمون و اون هم میره خونه‌شون. بعد از 3 روز
متوجه شدیم که یه نامه به در خونه ما اومده که پدرم اجازه یه ازدواج ما رو بده. وقتی به خونه برگشتم دیدم خواهرم با یه چمدون سر کوچه ایستاده که برو، چون پدر از دستت عصبانیه. بعد از اون روز همه یه فامیل جمع شدن و رضایت پدرم رو گرفتم. من گفتم هیچ جهیزیه و مراسم عروسی و مهمونی نمیخوام. بالاخره ما عقد کردیم. جالب اینجاست که تا عاقد پرسید عروس خانم وکیلم، جواب دادم بله بله بله. خلاصه این بود آغاز زندگی من و ایرج در یک حیاط که یک اتاق داشت و یک آشپزخونه. بعد از سالها بچه‌مون به دنیا اومد. بعد اختلاف پیش اومد، از هم دور شدیم، دوباره نزدیک شدیم. یه مدت اروپا رفتم و دوباره برگشتم، اما همیشه مثل دو تا دوست در کنار هم باقی موندیم. حتی یه بار از هم طلاق گرفتیم، اما بعد از یک ماه رجوع کردیم. خلاصه چند سال گذشت تا اون اتفاق بد برای ما افتاد. حادثه یه مرگ پسر 19 سالمون رو میگم. از اون موقع دیگه هیچ وقت از هم جدا نشدیم. پسرم سال اول دانشگاه بود که از دنیا رفت. به جرات میتونم بگم اون پاکترین پسر روی زمین بود. از درس تا ورزش همه چیز اون کامل بود. پسر مؤدبی بود چون واقعا مراقبت میشد. مهم ذات اون بود که پاک بود. همیشه فکر میکنم نهاد آدم باید پاک و درست باشه. خانم تهمینه بعد از مدتی از ایران مهاجرت میکنه، اما ایرج قادری در ایران باقی میمونه و به عنوان تهیه کننده مشغول فعالیت میشه که در این زمینه موفقیتی کسب نمیکنه و دچار ورشکستگی میشه. در همین زمان اونها با همدیگه ازدواج میکنن. تنها فرزند اونها در سال 1353 بعد از رفتن به خارج کشور برای ادامه تحصیلات در یک حادثه رانندگی جان خودش رو از دست میده. بر اساس خبرهای منتشر شده، تهمینه اطمینان مقدم در سن 85 سالگی در 26 آذر 1399 درگذشت. آقای ایرج قادری در اردیبهشت 1391 به دلیل تشدید بیماری سرطان ریه در بیمارستان مهرداد بستری شد و به دلیل همین بیماری در ساعت 4 صبح 17 اردیبهشت ماه درگذشت. خاک سپاری ایرج قادری طبق خواست همسرش در همان روز مرگ او و در آرامگاه بهشت سکینه در کرج برگزار شد. طبق وصیت ایرج قادری، کلیه هزینه مراسم و یادبود وی به مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی اهدا شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید، میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.